علی معموری استاد بخش مطالعات عربی دانشگاه سیدنی از همین شهر با ما هستن. آقای معموری، در صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای آیا هیچ حرف تازه‌ای می‌شنیدیم؟ محور در واقع کلی شاید محورهای ثابتی بود، اما سناریوهای جدیدی در این صحبت‌ها در واقع طراحی شده بود و مخاطبان خاصی در نظر گرفته شده بود. بذارید من بیشتر روی جنبه در واقع خارجیش توجه بکنم، چون آقای خامنه‌ای یک خطبه خیلی خاصی در واقع نسبت به عرب زبان‌ها داشت. ایشون در گذشته هم گاهی خطبه عربی ارائه کرده، ولی معمولاً در مناسبت‌های خاصی هستش. در این خطبه عربی بیشتر در واقع مخاطب مردم عراق بود و همزمان با اینکه در عراق هم آقای مقتدی اسد با حمایت ایران یک راهپیمایی را انداخته برای مقابله با آمریکایی‌ها و درخواست اخراج اونها از عراق، به شکل مشخص در واقع این نگرانی در این صحبت‌ها میشه دیده بشه از اینکه عراق ممکنه به محور آمریکا نزدیک بشه یا از محور ایران به هر حال دور بشه. این نگرانی از زمانی که ما راهپیمایی‌ها رو شاهد بودیم در بغداد و در بیروت و بعد از اون در تهران هم حاصل شد، در اون وضعیت مدیریتی ایران شکل گرفته که اون محوری رو که ما داشتیم در نظر می‌گرفتیم برای محور مقاومت و نفوذ خودمون در منطقه به شدت در حال تضعیف هستش و ممکنه در هر لحظه از محور ما خارج بشه. این به نظر من تم اصلی بخش عربی ایشون بود. در بخش فارسی تم اصلی در واقع صرف نظر کردن مردم از ماجرای هواپیمای اوکراین و تمرکز بیشتر رو ماجرای ترور آقای قاسم سلیمانی و تشییع جنازه‌ای که بعد اونش شکل گرفت، تا بشه از این کمپین تبلیغاتی برای ایجاد شور و حماسه بیشتر بین مردم و بسیج کردن اونا در راستای اهداف انقلاب استفاده کرد. این که می‌فرمایید در مورد تم عربی اشاره می‌کنید به کشورهای منطقه، خب آیت الله خامنه‌ای در مورد نقش سپاه و نقش الهی سپاه مخصوصا در منطقه خیلی به این موضوع تاکید کرد. آیا او حالا به این نکته داره به نوعی اشاره می‌کنه که یا متوجه این نکته هست که سپاه بعد از این قضیه در ایران، در داخل ایران ممکنه ضعیف‌تر شده باشه اون نقش سپاه، و آیت الله خامنه‌ای یکی از تاکیدهای اصلی خودش رو برای دفاع از تمامیت این فعالیت های سپاه در منطقه تاکید خودش رو گذاشته؟ خب سپاه به هر حال در دوران رهبری ایشون از نفوذ بسیار وسیعی چه در داخل چه در خارج برخوردار شد. با حمایت های آیت الله خامنه‌ای سپاه الان تبدیل شده به یک دولت پنهان با تمام اجزا و ابعاد سیاست خارجی، داخلی، اقتصادی و الی آخره. در کشوری مثل عراق از 2003 تا کنون تمام سفرهایی که ما داشتیم از پشتوانه و بک‌گراند در واقع سپاهی بودند، نه اینکه از درون وضعیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه اومده باشند. سیاست کلی وضعیت عراق رو ایران از طریق آقای قاسم سلیمانی و از طریق سپاه قدس مدیریت میکرد، نه از طریق وزارت امور خارجه‌اش. برای همین تأکید روی نقش سپاه و اینکه یک نقش الهی و انسانی است در مقابله با توطئه‌های بیگانگان، در مقابله با تجزیه کشور عراق که مردم عراق با اون مخالف هستند، به نوعی در واقع طرح این پروپاگاندای ایرانی بود که ما در منطقه اگر هم حضور داریم، حضوری در نقش کمک کردن به مردم منطقه و نقشی انسانی و الهی به درخواست اونها داریم، نه اینکه مانند آمریکایی‌ها به زور خودمون وارد منطقه کرده باشیم. انتظارات بسیار زیادی این حضور آیت الله خامنه‌ای بعد از 8 سال در نماز جمعه ایجاد کرده بود. فکر می‌کنید انتظار چه قشر و گروهی در ایران بعد از این سخنرانی الان برآورده شده؟ عملاً سیاست‌های جاری در جمهوری اسلامی ملت ایران رو تقسیم به دو بخش مختلف کرده. یک بخشی که همچنان پایگاه مردمی انقلاب به شمار میرن و همچنان حمایت خودشون رو از انقلاب و نظام دارن و بخش قابل توجهی هم هستن، نمیشه اونها رو نادیده گرفت. در نقطه مقابل ما طبقه متوسط رو معمولا داریم که به تدریج به سمت انتقاد نسبت به رکن اصلی انقلاب و در واقع خود رهبری پیش رفتن و سخن از استعفا و برکناری و کنار رفتن ایشون رو به ویژه در راهپیمای اخیر ما شاهد بودیم که دارن مطرح میکنن. به طور طبیعی صحبت‌های آقای خامنه‌ای موجه و مخاطبش خصوص طبقه به اصطلاح خود ایشون خودی‌ها، کسانی که هنوز پشتوانه مردمی انقلاب هستن بود و ممکن بود به اونها یک سری حماسه و انرژی جدیدی رو بده، اما نسبت به بیرون از این حوزه این صحبت‌ها قطعا امکان اقناعی رو نداره برای مردم
از اون دسته. عده انتظار داشتن که لحن او کمی نرمتر باشه، مخصوصا به دلیل اینکه از جایگاه کسی که به هر حال گفته میشد متهم الان محسوب میشه، بعد از اتفاقات اخیر داره صحبت میکنه، نه یک فرمانده کل قوا مثل همیشه. آیا این لحن عوض شده بود؟ خب این پیشبینی در واقع مناسب با و متناسب با تجربه دیده شده از آیت الله خامنه‌ای در گذشته نیست. هیچ وقت آیت الله خامنه‌ای از خودش ضعف یا بیان اشتباه یا در واقع نقد خود رو به این شکل نداشته. همیشه حرکت ایشون حرکت به جلو بوده، حتی اگر نوعی در واقع فرار هم نیاز بوده، فرار باز به جلو بوده با حمله بیشتر، نه با احساس عقب نشینی. علت مثلا اینه که ایشون تصورش اینه که هر گونه عقب نشینی در این موقعیت از موقعیت نظام ممکنه منجر به فروپاشی نظام یا آسیب زدن جدی به شاکله و ساختار کلی نظام بشه. برای همین اگر قرار کسی هم عذرخواهی بکنه، مسئولین ریستر هستن. اونی که موشک رو پرتاب کرده، اونی که فرمانده یک بخش مشخصی هست، حد اکثر رئیس جمهور وظیفه داره عذرخواهی بکنه، اما ایشون در نقش هویت کل نظام هست و عذرخواهی از جانب ایشون یا سخنی از این دست در واقع ممکنه به کلیت نظام لطمه بارد. ولی آیا همین که حرف تازه‌ای آیت الله خامنه‌ای نمیزنه، حالا به هر سمتی که معترضان یا طرفداران نظام انتظار داشتن و کسی رو راضی نمیکنه، نشانه انفعال او به نظر نمیاد؟ آیا بعید میدونم این تحلیل رو بشه مطرح کرد، چون در لحن ایشون، در بیان ایشون، در صحبتهای ایشون انفعالی وجود نداشت. عدم وجود حرف تازه خب امر باز تازه ای نیستش. عمده صحبتهای قبلی ایشون هم حرف تازه ای نداره. یک محور کلی وجود داره و اون این که محور مقاومت در برابر آمریکا، که این محور در درون باید بسیار استوار باشه و بایستی امتدادات خودشو در منطقه استمرار بده. در واقع ایشون امتداد اون خطی در نظام جمهوری اسلامی است که میخواد همچنان ساختار انقلاب و خط انقلاب رو و صادر کردن اون رو ادامه بده. در نقطه مقابل که گروهی از اصلاح طلبان وجود داشتن از گذشته و همچنان هستن که بیشتر توجه به وضعیت داخلی دارن و قصد دارن که بیشتر تبدیل به دولت مستقر و باثبات بشن و از گفتمان انقلابی بیان بیرون. بنابراین آقای خامنه‌ای در واقع همیشه همین نوع لحن صحبت رو داشتن و صرف تکرار به معنای انفعال نیستش. بیشتر شاید ایشون توجه داشتن نسبت به این که پایگاه در واقع مردمی انقلاب رو به شکل انرژی جدیدی بدن، حماسه‌ای بدن و در واقع خون گرمی درش بدمن تا بتونن وضعیت انقلاب رو حفظ کنن. در برهه‌های مشخص آیت الله خامنه‌ای در سال‌های گذشته تصمیم گرفته که صحبت کنه در خطبه‌های نماز جمعه و مراحل و مناطق خیلی حساسی. این سخنرانی او حالا چه چیزی رو تغییر میده؟ بعید می‌دونم چیزی رو تغییر بده. وضعیتی که در واقع جمهوری اسلامی همچنان داشته پیش می‌رفته پیش میره، از یک طرف یک گفتمان خیلی قوی انقلابی وجود داره و مجموعی از کنش‌های متناسب با اون، از طرف دیگری همیشه یک خط زیری هم وجود داشته که مذاکرات رو با آمریکا برای رسیدن به یک نقاط مشترکی ادامه میداده و همچنان هم در حال ادامه هستش. به نظر میرسه که نظام اصرار داره که همون شیوه سابق رو ادامه بده، که از یک طرف ساختار انقلابی در رو و در زیر یک ساختار در واقع عملگرای هستش که ممکنه دست به نوعی در واقع داد و ستد هم بتونه بزنه، در این حال که به کلیت نظام و اون ساختار بیرونیش لطمه نزنه. متشکرم از شما علی معموری، استاد بخش مطالعات عربی دانشگاه سیدنی از استرالیا.